لبری در جان امکان گفت که ای توانستی گل معنا شکفت. امروز با چی هستیم؟ یک شخصیت درخشان به نظر من، از اون شخصیت هایی که به ثروت انسانی اپوزیسیون ما اعتبار و ارزشی بیشتر داده. خوشبختانه امروز اپوزیسیون ما یک ثروت انسانی کلان داره، ثروت انسانی کلان. خود مردم ایران در روز 22 بهمن امسال اثبات کردند که نیرومندترین اپوزیسیون در برابر یک حکومت مستبد مذهبی رو شکل دادن و با هم همدلن. با چی هستیم؟ با آقای مشتبه واحدی عزیز. من کارهای مشتبه واحدی رو سالیان دراز پیگیری میکنم. شخصیتی که صداقت داره در کارش، اون چی که مهمه اینه که سعی میکنه از اندیشه ها و افکار خودش صیانت بکنه، درنچه دائما خودش اصلاح میکنه. این فوق‌العاده است و همین او رو تبدیل کرده به یک انسان امین و درستکار در رابطه با تجزیه و تحلیل اون چیزی که در میهن و مملکت ما داره میگذره. آقای مصطفی وحیدی خیلی خوش آمدید، خوشحالم که شما رو میبینم. سلام میکنم به بینندگان برنامه و سلام ویژه دارم به آقای میبودی که حالا من نمیخوام تعریف متقابل بشه برداشت ناجوش، ولی من هم از علاقمندان برنامه هایشون، صدای ایشون، ادب ایشون و ادبیات ایشون بودم همیشه و هستم. ان شاءالله که موفق باشید و خوشحالم که در خدمتتون هستم. امروز که آقای میبودی زنگ زدم من بهشون گفتم من خیلی کم مصاحبه میکنم و به آقای میبودی نمیتونم نه بگم. در خدمتتون هستم. خیلی لطف کرد، ممنون. آقای بایدی عزیزم، در تاریخ ایران تو این هزار اندیش سال بی سابقه است این همه حمله به روحانیت. پیش از این داشتیم ادبیات طنز ایران معمولا یا فقیه بوده یا عابد بوده یا مفتی بوده یا اعتراض بودن، اما امروز کار به خود مذهب کشیده. دیروز دارم یک مقاله خیلی تند و تیز علیه کس آیات اعظم که وصیت کرده او رو ببرن در کربلا خاک بکنن. حرف این منتقدم اینه که آقا پس مهر و علاقه شما به میهنتون چی میشه؟ شما که تو ایران به دنیا آمدید، تو گلبایگان به دنیا آمدید، چی شده که میخواد بیرید در عراق اونجا در خاک عراق سراپا گوشی؟ میخواد بینیم در ایران چی میگذره. آقای واحدی عزیز، شما چه هم زیر و بم هم زوایای نظام جمهوری اسلامی رو خیلی خوب میشناسید، بفرمایید. متشکرم. من دوباره سلام میکنم به بندگان برنامه. ببینید، من البته آقای میبودی استاد کلام هستم، ولی من دیدم برنامه های اخیر هر کس با من صحبت کرد یه توصیه کردم، گفتم به این قش اما به سر روحانی نگید. من هیچ دلیلی بر روحانیت در جسم و فکر اینها نمیبینم. حالا بهترین عنوان اگر بخوایم از خمینی و خامنه‌ای وام بگیریم، آخوندهای درباری، دربار منتها خامنه‌ای، چون اینا می‌خواستن هر کس تحقیر کنن که در داخل کشور، در خارج از کشور عنوان آخوند درباری استفاده می‌کردن. اما اگر واقعا مصداق دقیق آخوند درباری بخوام، همینا هستن که برای تکه استخوانی از دربار خامنه‌ای حاضرن اون چیزی که به عنوان دین خودشون ادعا می‌کردن زیر پاشون بگذارن و هزاران کار بکنن. یه حالا اخلاق و دین که سر جای خود، حتی اندکی برای آبروی خودشون ارزش قائل نیستن. فرجت من با اجازه شما، حالا مطمئنم شما با من هم عقیده هستید که تمرین کنیم همون به اینها روحانی نگیم. اتفاقا اختیار دارین، خواهش ما اتفاقا جسمانی ترین آدم ها اینا هستن، حالا جوهانیتی در وجودشون جسمانی ترین آدم هستن. آقای صافی گلپایگانی هم من خدا بیامرزه مادر بزرگ من ازش میپرسیدیم که شما رو کجا دفن کنیم. خیلی آدم مذهبی عجیب غریبی بود، البته مذهبی که هیچ آزارش به کسی نمیرسید، اهل نماز شب و اینها بود، بره مواظب بود صبح که با نمیشه بره وضو بگیره طوری راه میرفت که ماها بیدار نشیم نصف شب که با نمیشه، یعنی واقعا مقید بود که هیچ بار نشد ما به خاطر حتی صدای پاش از خواب بیدار شیم. بدون استثناء تا سن 87 سالگی نماز شبش هم میخوند، فقط شاید یک هفته نماز شب نخوند، آخر عمرشون یه هفته که در کما بود. به هر حال ایشون بهش گفتیم کجا رفتن کنه، میگفتش که چه فرقی میکنه. حالا میگم خواهم بگم اعتقادات مذهبی سنی، میگفت سنتی، میگفتش که حتی اگر بری کنار قبر امام حسین هم رو دفن کنی، من اگه آدم بی‌لیاقتی باشم ملک نقاله جسد من از جا بنده پرت می‌کنه بیرون، فرق نمی‌کنه هر جا دفن کنی زمین خداست و فرق هم نمی‌کنه. اگرم آدم خوبی باشم که از هر نقطه باشم میرم بهش. من رو تعجب می‌کنم افرادی مثل آقای صافی گلپایگانی مثلا فکر می‌کنن که جایی که دفن میشن تأثیری بر سرنوشتشون داره، یا نمی‌دونم شاید فکر می‌کنن که اینها مثلا بر حرمت حرم امام حسین اضافه می‌کنن، در خودشون هم چیزی می‌بینن که می‌خوان با این کارشون بر حرمت حرم امام حسین اضافه کنن.
اما یک نکته هم میشه دید، حالا برای اینکه یه آدم جوانمرد شده بنده خدا پشتش خیلی حرف نزنیم، شاید اینا حتی در مورد قبر خودشون در ایران احساس امنیت نمی‌کنن، یعنی چه از جمهوری اسلامی چه بعد از جمهوری اسلامی، یعنی بعد از جمهوری اسلامی که حتما امنیت نداره مقبره های اینها، در زمان جمهوری اسلامی هم با توجه به که دیدیم آقای صافی گلپایگانی دو سه ماه قبل یک کلمه گفتش که ما نباید با همه دنیا بجنگیم، دیدیم که از حسین شریعت نداری تا دیگران چه کردن باش، یعنی واقعا میشه یک مجموعی از این، هم میشه انتقاد کرد هم میشه بهش حق داد به خاطر اینکه فکر خواسته برای قبر خودش یک امنیت ایجاد کنه، گفته جای غیر از ایران باشه. آقای بایدی عزیز، این تظاهرات 20 بهمن اثبات کرد که جمهوری اسلامی جمهوری یک درصدیه دیگه، به هیچ جا آویزون نیست. میخوام ببینم خود شما وقتی گزارشات رو دیدید یا ویدیو کلیپ هایی که از ایران رسیده بود یا تماس هایی که با ایران داشتید، الان برداشت خود شما چیه؟ اصلا چطور دنیا میتونه به حکومت با یک حکومت یک درصدی تعامل بکنه؟ من دو تا نکته اشاره کنم. یکی این که حالا شما خیلی محبت دارید به جمهوری اسلامی، یک درصد یک درصد یادشون برای اون سایت های همسریابی رفتن اونجا چیز پایگاه گذاشته بودن، یه سریشون حتما بالاخره شربت و شیرینی و حالا که درشون حتما معتقدم، من واقعا همیشه به یک چوب نمیرانم، حتما یادشون معتقدن. اما از همون یک درصدی ها من تعجب میکنم، اینکه حالا در مورد سوال شما الان جواب بخوام داد، اما از یک درصدی تعجب میکنم دیگه، درست همزمان با روزی که یک نوار صوتی اومده بیرون و نشون میده که مقدس‌ترین چهره هایی که جمهوری اسلامی مردمش غالب میکرد دزد بودن، قاسم سلیمانی در رأس دزدها بوده، رئیس مجلس این کشور دزده، فرمانده سپاه دزده، خامنه‌ای از دزدها حمایت میکنه، پسرش از دزدها حمایت میکنه. من البته تعجب نمیکنم، من یک سال خورده پیش از این نوارهای ویدئویی که میدم بیرون، یک نوار دارم، حالا دوستان اگه میخوان برن ببینن، 15 سال روابط ویژه قالیباف و مشتبه خامنه‌ای، برای من خیلی تعجب برانگیز نیست، اما تعجب میکنم از کسانی که هنوز دنبال این حکومت را بفتنید. دیگه نمیدونم ما باید چی جلو چشمون بدونم تا باور کنیم که حتی اگر به دنیای خودمون اعتقاد نداریم، اگر به میهن اعتقاد نداریم، به همون خدایی که ادعا میکنیم، به همون اسلامی که ادعا میکنیم، به همون علی که ادعا میکنیم، کجای این حکومت به اون علی که شما اینا بر ما تعریف کردن میکنه؟ مگر نمیگفتن علی وقتی داشت با مسئله شخصی صحبت میکرد با دوستانش شمع و خاموش کرد، گفت شمع بتون ماله؟ حالا این خیلی رسمی و علنی میان میگن که آقای قاسم سلیمانی 90% درآمد نامشروعی که سپاه در این هلدینگ ها به دست میبرده رو میبرده، بعدم کجا میبرده؟ میبرده سوسوری بچهای مردم رو میکشته. ماها که خیلی از ماها میگیم که مثلا کشور دیگه به ما چه ربطی داره، این طرفداران جمهوری اسلامی که میگن ما نسبت به کشور دیگه هم وظیفه اخلاقی انسانی داریم، خب پول شما رو میبرده، با پول شما بچهای مردم میکشه، یعنی شما هم شریکی در قتل بچهای مردم از سوریه، بعد هنوز میرید در راهپیمایی براش. من واقعا نمیتونم، یعنی هر چی فکر میکنم، یه موقع شعر میخوندیم، رصد آدمایی به جایی که به جز خدا نبیند، الان میسم میگه که نمیدونم دیگه چی باید ببینیم که ثابت کنیم انسان نیستیم. مثلا نمیخوام بگم نمیدونم حقوق بشر، هیچ چی، آدم یک نفر انسان باشه میتونه تحمل کنه همچین حکومتی رو؟ من واقعا نمیفهمم. اما اینکه دنیا چرا تعامل میکنه، اتفاقا دنیا با این حکومت بهتر تعامل میکنه. شما از یک حکومت فاسد جنایتکار بدنام و بدون پشتوانه مردم بهتر میتونید باج بگیرید تا از یک حکومت مستقری که هم بر اصول خودش پایبنده و هم مردم ازش طرفداری میکنن. اتفاقا این نوع حکومت ها برای هم برای آمریکا، هم برای روسیه، هم برای چین، هم برای حالا کشور منطقه ما که از خدا میخوان جمهوری اسلامی باشه، یعنی واقعا به برکت جمهوری اسلامی کشورهایی که خواب شرایط امروز رو نمیدونن دارن از شرایط استفاده میکنن. اینا که مشخصه. ببینید من بارها گفتم اگر شاه هم بود امروز اسرائیل رقیب ما بود، اگر شاه هم بود امروز ترکیه رقیب ما بود، این نبود که مثلا دستبوس ما باشن، اما رقیب بودن و این رقابت میتونست باعث توسعه بشه. اصلا ربطی به نوع الان وجود داره نداره. جمهوری اسلامی هنرش این بوده که رقابت ها رو همه رو به دشمنی تبدیل کرده. این از جد گفتم بخوام شما بگم مثلا از قدرت های منطقه یا شبه قدرت های منطقه یا همسایگان که اصلا نباید توقع داشته باشن، اونا که با دومشون گردو میشکنن به خاطر بودن جمهوری اسلامی. اما قدرت های بزرگ جهانی هم چه چیزی بهتر از جمهوری اسلامی براشون؟ خودشون به وجودش آوردن و الان مثل یک فرزند عزیز دارن ازش محافظت میکنن. من الان یک ویدئویی دیدم واقعا سرم درد گرفت، یه نفر برام فرستاده، در برابر مرکز اسلامی لندن یه آقای واسطه با یه ریش بلند داره فحاشی خیلی زشت میکنه با پرچم جمهوری اسلامی، با یه خانمش داره باش حرف میزنه به مناسبت سالگرد انقلاب طرف وایساده، فحاشی بسیار زشت به اون خانم ایرانی میکنه، عباراتی که لیاقت خودش و رهبرش و همه هست، عبارات پایین تنه همش به کار میبره. پلیس لندن هم واسطه داره تماشا میکنه.
یعنی واقعا خدا شدی که حالا من براشم تو چیزی گروهی داره، گروهی که بچهای بعضن هم کلاسی ما هستن در مدرسه علوی، اینا همه جور توشون هست. براشم داشتم من نمیدونستم اصلا جواد خامنه‌ای در لندن هم تردد داشته و یکی مثل علی خامنه‌ای بی تربیت و بی شخصیت اونجا هم فرزند داره. فقط میتونه آدم فرزند علی خامنه‌ای باشه با این مشخصات از وقاحت و شرارت و بددهنی. خب ببینید، خب دیگه من چی بگم وقتی میبینم پلیس لندن وایساده، شما در جای دیگه دنیا کوچکترین اهانتی به یک زن بکنید پلیس برای فساداتون برخورد میکنه. این آدم اصلا هم میگیم زبونش نفهمید، علامتایی که با دستش نشون میده، حرکاتی که میکنه، هر پلیس احمق بی سوادی میفهمه داره چی میگه. پلیس وایساده رو نگاه میکنه. یعنی انصافا واقعا میگم سردرد میاد. چند دقیقه پیش من ویدیو رو دیدم. خب با این شرایط اگر اندکی ما فکر کنیم که کسی در دنیا وجود داره که دلش برای ملت ایران میسوزه، اشتباه میکنه. نه، باید دست بزنیم رو زانو خودمون و بلند شیم. و خوشبختانه من دارم میبینم حالا فعلا همین که شما به خوبی اشاره کردید که راهپیماییه که حتی با جاذبه های مثل همسریابی و این کارا هم نمیتونن بیش از 1% بیارن، خودش نشانه افوله. و به هر حال متاسفم که بگم به خاطر شرایطی که پیش اومده مردم دیگه چاره‌ای غیر از براندازی جمهوری اسلامی ندارن. چون که میگم متاسفم به خاطری که فکر میکنم، تصور میکنم و تقریبا یقین دارم که این براندازی با هزینه بسیار انجام میشه، اما هزینه‌اش هر چقدر باشه از هزینه تداوم جمهوری اسلامی بیشتر نخواهد بود. تشکر از توضیحات. آقای وایدی عزیزم، اشاره کردی به این فایل صوتی و فساد قاسم سلیمانی و قالیباف و اینها. میخوام ببینم که به نظر شما کدام گروه در سپاه اول تایید کرده که این فایل درسته، یعنی صحتشو، گرچه نماینده مجلس گفته بود خیر این فایل درست نیست، جعلی است، و بعد معلوم شد که نه جعلی نیست، فایل واقعی است. خبرگزاری پارس هم تایید کرد این موضوع رو به نقل از منابعی در درون سپاه. این افشاش که یه سیلی محکم تو گوش آقای خامنه ایست که افشای این فایل، تایید این فایل. ببینید چند تا مسئله وجود داره، که اینکه حالا گفتید نماینده مجلس گفت جعلی، عبارت جالب گفت گرافیکی، گفته بود که این یه کار گرافیکیه. حالا من دیگه واقعا اینا برای همه چی معنی جدید درست کردن، برای گرافیک هم معنی جدید درست کردن بماره دیگه. اضافه یک جمهوری یونیک ما داریم که برای هیچ چی اعتبار واقعی نگذشته. اگه یه موقعی دوستان شوخی میکردن میگفتن که یکی از این افسران زمان شاه نشسته بود گفتش که خدای شکر چقدر تو جای حق نشستی، این آخونده فلان کردن به درجه های ما، آره فلان شد به درجات خودشون، شب به شب صبح بلند که آیت الله آیت الله عزبا درست بشه. اینا واقعا نه عنوان آیت الله، نه عنوان تیمسار، نه عنوان استاد دانشگاه، هیچی رو واقعی نگذاشتن. این آقا وقتی امروز گفته بود که با کارهای گرافیکی نوار درست کردن، من یادم افتاد محمد رضا رحیمی مصاحبه کرده بود، کلی به بعضی از کشورهای بدبیرا گفته بود، مصاحبه با خبرگزاری فارس، بعد تو دنیا منعکس شده بود عین همون خبر، و بعد فارسی خبر هم وجود داشت. اش گفت اون حرفا چی؟ گفت مترجم بعد ترجمه کرد، یعنی خبر فارسی که ایشون با خبرگزاری فارس مصاحبه کرده بود، گفت مترجم بعد ترجمه کرد. خب ببینید، این که میگید یعنی انقدر سردرگم هستن و انقدر اینها مستاصل واقعا که نمیفهمن، یعنی طرف بهش میگن آقا برو یه جوری درستش کن، در حد فهم خودش میگه کار گرافیکی، یعنی کلمه یه جوری گرافیک، بعد مثلا حالا شاید خوبش نگفته فتوشاپ. یعنی ببین اصلا اینها در حد فهمشونه. من فکر نمی‌کنم یه آدم مثلا قرض و مرض داشته، نه گفتم برو یه چیز ببینم واده الان فکر کنم که خیلی واقعا یک جواب دندانشکنی داده. اما اینکه چرا منتشر میشه، ببینید این اتفاق نشانه یک نشانه خوبه. بعضیا میگن که حالا خامنه‌ای ببره بمیره مثلا سگ زرد برادر شغال میاد جاش، گفتم واقعا حداقل از کلمه سگ درم میاد بنت، چون من خودم یه سگ خیلی ناز دارم، مثلا کلمه سگ برام خیلی مقدسه. ولی به هر حال این نشون میده که حتی در زمان حیات خامنه‌ای وقتی که به دلایل متعدد دچار ضعف جسمی و زوال عقلی شده، این انسجام درونیش تا این حد به هم ریخته که حتی همین چیزی که این فقط ببین بعضی چیزها مثلا جواد ظریف رو ممکن بود بدنام کنه، یه نوار ممکن بود که قاسم سلیمانی رو نابود کنه به لحاظ اعتباری، این نوار اعتباری برای هیچ قسمتی از جمهوری اسلامی باقی نگذاشته. یعنی ببینید دولت، سپاه، شهرداری تهران، پسر رهبر، خود رهبر، مسئول اطلاعات سپاه، یعنی نشون میده که اولا انسجام از بین رفته. یعنی اون این هم اصطلاحی که دیگه که سر من درش نجوشه فلان، اینا یه سریشون احساس حذف شدی میکنن یا حذف شدن. ببینید این اصلا یک نوار مشخص به صورت ویژه ضبط شده، صدای خشخش میکروفون، یعنی به احتمال قوی یکی از همین دو طرف صحبته که اینو ضبط کردن برای اینکه تحت فشار بذارن دیگران رو و امروز دادن بیرون. من نوار ویدئویی که امروز دادم بیرون بهش اشاره کردم، اونایی که متاسفانه با بی اخلاقی
میگفتن که هیچ روح الله اعظم هیچ منبع اطلاعاتی نداره، نمیدونم فاضلاب امنیتی جمهوری اسلامی اینا اصلا جعله. امروز مشخص شد حالا روح الله اعظم منابع اطلاعاتش کجا بود. روح الله اعظم نوعی رو من میگم، یعنی وقتی از جلسه دو نفره فرمانده سپاه با معاونش نوار میاد بیرون و انقدر این نوار واضحه که سپاه دیگه چاره ای غیر از تایید نداره. حالا فکر نکنید تاییدشون صادقانه است، حتما میخوان به خیال خودشون جریان خبررسانی رو در این زمینه هدایت کنن، یعنی اول خودشون تایید بکنن، یه نوع اعتماد نسبی جلب بکنن در بین مردم، بعد به اون طریقی که خودشون میخوان روند اطلاع رسانی رو سوق بدن. اما اون چه مسلمه اینه که سطح درگیری ها به دلیل یه دلیل سیاسی داره و یه دلیل مالی. دلیل سیاسیش اینه که اون سرنگونی رو خودشون هم احساس میکنن، بعضیشون به نظر من به خاطر خودشون برای آینده خودشون میخوان یک بیمه درست کنن، یک بعدن بیان بگن که ما اینا رو لو داریم، ما مخالف بودیم. و یه دلیل اقتصادی داره و اونی که ورودی خزانه اینها به شدت کاهش پیدا کرده، دهانهای بازشون برای راهخوری کم نشده. تو این شرایط کسانی که قدرت بیشتری دارن بایستی ضعیف‌ترا رو حذف کنن برای اینکه سهم خودشون از سفره انقلاب کم نشه. اما اون چه مسلمه این از جهت من گفتم با توجه به توضیح اولم، واقعا اگر امشب خامنه‌ای ترش بذاره بمیره قطعا بر اندازه خیلی راحت‌تر خواهد شد. اینا انقدر در داخل سیستم غیر منسجم و با هم رقابت دارن، الان با همه ضعف‌های عقلی و جسمی که خامنه‌ای داره هنوز محور وحدتشونه. این محور وحدت هم از بین بره، مطمئن باشن مردم که خیلی شرایط به نفع عموم مردم و نفع کشور خواهد بود. آیا بایدی میدونم که با تاریخ ادیان آشنایی دارید، آشنایی خوب دارید، به من بفرمایید که حالا که قراره که این مذهبیون یا مدعیان مذهب یا این آخوندها، نمیخوام دیگه بگم روحانیون، آخوندها صحنه رو ترک بکنن با توجه به میزان انزجار و نفرت عمومی از اونها و این پرونده خیلی سیاهی که از خودشون به جا میگذارن، بر سر مذهب چی میاد؟ اینا به نظرم مذهب رو خیلی زیان کار کردن تو این فاصله 40 سال. هیچ موجود سکولار این همه به مذهب زیان نزده بود که اینها زدن. فکر میکنید در پایان تکلیف مذهب چی میشه در ایران؟ من اولا این نکته بگم، کسانی که برنامه رو ببینن ببینن انصاف آقای میبودی نسبت به حالا آدمی که ادعای مذهبی نداره و هیچ ادعای تعصب مذهبی نداره، اما نگران کسانی که به مذهبشون احترام میذارن، داره بهشون میگه شما اگر مذهبتون رو دوست دارید این حکومت آبروی برای مذهب نگذاشته. این نکته اول. نکته دوم میخوام شما بگم که با این داستانی بگم، من حدود 20 سال پیش لندن بودم، می‌خواستم بیام ایران، وقت نماز بود. حالا کسانی که فرودگاه لندن تردد کردن می‌دونن اون قسمتی که معبد فرودگاه لندن هست که هم برای هم یه کنیسه هست، هم یه کلیسا هست، هم مسجد هست، همش یه تیکه کوچیکیه که وقتی میری همزمان می‌بینی یه یهودی واسه داره عبادت خودشو می‌کنه، یه مسیحی عبادت خودشو، یه مسلمان سنی واسه نماز خودشو می‌کنه، مسلمان شیعه. یه جای کوچیکه. فاصله جایی که در واقع خروجی گیت پرواز من بود با مسجد خیلی بود. من سجدم انداختم وسط فرودگاه و نمازم رو خوندم. اصلا احساس نمی کردم کسی به من بد نگاه میکنه، خجالت نمی کشتم. با همون پرواز رسیدم تهران و داشت باز نماز بعدی قضا می شد. وقتی سجاده انداختم نماز خوندم فرودگاه تهران، خدا شده ده ها چشم به من یه جور نگاه میکنه. سوال مال 20 سال پیشه. این چیزی که من به خیلی ها گفتم، همون موقع با آقای کروبی گفتم، گفتم ببین چه کردید با مذهب مردم. این تازه مال 20 سال پیشه. شاید اون موقع مردم یه سری مذهبشون حالا موافقتی نداشتن، اما کینه ای که امروز از مذهب به خاطر رفتار مدعیان تولی مذهب پیدا کردن، بسیار آینده تاریکی من برای مذهب و مذهبی در ایران میبینم. ما معتقدم با کمال تعصب از یک استبداد دینی حکومتی به یک استبداد ضد دینی مردمی خواهیم رفت به خاطر رفتاری که اینها کردن. و این هشداریه برای کسانی که ادعا میکنن مثلا به خاطر خدا، به خاطر اعتقادات، به خاطر امام حسین، به خاطر نمیدونم عاشورا از این حکومت دفاع میکنن. ببینید حکومت با مذهب چه کرده. بله من با شما همزبان و همدل هستم که مذهب برای سالها در ایران اجازه ظهور بیرونی پیدا نخواهد کرد و اتفاقا من عنوان یک آدم مذهبی خوشحالم. من سال گذشته در یکی از ویدیوها گفتم با توجه به تجربه ای که از مذهب سواری این حکومت و صدماتی که این مذهب سواری به زندگی مردم، به رزق و روزی مردم، به اخلاق مردم، به امید مردم و حتی به خود مذهب زده، بایستی کاری کنیم که در آینده، همین الان و در آینده، هر نوع تبلیغ مذهب در رسانه‌های رسمی کشور نه که ممنوع بشه، به عنوان جنایت تلقی بشه. این چیزی من به عنوان یک آدم مذهبی دارم میگم به شما که کاری که ناکردن و من شرمندم به خاطری که هی ناچارم میگم مذهبی، برای اینکه تصور نکنه کسی که حالا من از خاستگاه ضد مذهبی حرف میزنم،
واقعا کاری که جمهوری اسلامی با مذهب کرده هیچ قدرت، هیچ گفتمانی نکرده، هیچ قدرتمندی نکرده، هیچ نمیدونم نیروی ضد مذهبی نکرده. البته حالا بعضی خوشحالن میگن که این با ما باید این دوره تقیم کنیم برای اینکه شر این نگاه بر تسلطش بر جامعه کم بشه. ولی به هر حال من این حرف رو همونطور که آقای میبودی با ادب فراوان گفتم، منم به کسانی که مذهبی هستن نگران مذهبشون هستن میگم که اگر جمهوری اسلامی باشه مطمئن باشی شما در داخل خانه های خودتون هم بر نماز خوندن مشکل خواهید داشت، چه برسه بیرون. این نکته گفتید به نظرم خیلی حائز اهمیت. من متوجه شدم الان اگر این کامنت ها رو نگاه بکنیم توی شبکه های اجتماعی یا حتی مکالمه و محاوره مردم رو، محاوره روزمره درباره مذهب و آخوند و این سیستمی که در ایرانه، متوجه میشیم که این ضدیت با مذهب عجیبی داره، خودش یه مذهب جدید میشه، یعنی ضدیت با مذهب داره مقدس میشه، ادبیاتش رو پیدا میکنه، اصلا داره مقدس میشه، یعنی کسی باش مخالفت کنه متهم میشه به مثلا ضد تقدس. واقعا داره، یعنی یک وضعیتی ایجاد شده که کسی بگه مذهبی انگار میگه جزامی هستم ازش فراری میکنن و کسی به مذهب پوش بده بلافاصله استقبال میشه. میگم اینو من خوشحال نیستم حتما به خاطر اینکه به عنوان یک متاسفم که چون همین رو هم صلاح نمیدونم که یه نفر بگه مذهبی هستم، ولی من اینو میگم که بدونن خواستگاه من چیه. واقعا شرایط ایجاد کردن که من اون کلمه که گفتم به طرف ما استبداد ضد مذهبی، تو متا استبداد مذهبی الان در حاکمیت جلوه کرده، استبداد ضد مذهبی یقینا در رفتار مردم حتی در داخل خانه هاشون بروز و ظهور پیدا خواهد کرد. مثلا آتئیست ها در این خود ایالات متحده آمریکا، اینا که خدا ناباوره، خدا رو قبول نداره، ولی برخی خدا ستیز شدن و جالبه که خود این داره میشه مذهب جدید. دقیقاً میگم میگم مثلا داره چه تقدسی پیدا میکنه، اگر کسی باشه همراهی نکنه بلافاصله میگن تو مزدور جمهوری اسلامی هستی. یعنی ببینید بلافاصله مذهبی بودن رو برای اینکه حالا از اینم حالا خیلی هم خوشنام نیستیم ما مذهبی حالا متاسفانه، ولی برای اینکه بدترش هم بکنن بلافاصله پیوندی میزنن به چند داعش موجود در دنیا، یکیش جمهوری اسلامی، یکیش داعشی که با نام داعشه. البته من یک تفسیر شاذ دیدم، خیلی به من حمله میکنن، میگم معتقدم در آینده تاریخ ثابت خواهد کرد که حتی داعش رو جمهوری اسلامی به وجود آورده. حالا من دلایل خودم رو دارم و تحلیل خودم رو دارم، ولی به هر حال اگر از هم جدا هم باشند امروز دیگه چهره مذهب با جمهوری اسلامی و داعش و طالبان تعریف میشه که حتما هیچکس خوشحال نخواهد بود مذهبش پیوند بخوره. و اگر کسانی هستن نگران مذهبشون هستن، اگر کسانی هستن برای مذهبشون تقدس قائلن، بر اساس همون اعتقادات مذهبی که دارن باید تا پای جانشون بایستن که این حکومت مذهبی رو سرنگون بکنن. آقای مصطفی واحدی عزیز، بسیار آموزنده، خیلی سپاس از حضورتون، خیلی خوشحال شدم که با شما سخن گفتم. گفتگو با آقای واحدی رو حتما پی میگیریم، لطف میکنم با ما خواهند بود. آبادی سپاسگزارم. تتم سخنی اگه دارید یک دقیقه وقت داریم در خدمتتون. متشکرم. من فقط این یک دقیقه رو اقتصاد من به اظهار خوشحالی از همراهی با شما و امیدوارم که حداقل وقتی که دوستان گذاشتن و هم شما هم دیگران براشون در حد مفید باشه. برای خود من که خیلی مفید، یادآوری همین حرفا میتونه در تعدیل و تعدیل چه در گفتار چه در گفتمان و چه در رفتار اون تاثیر بگذاره. امیدوارم برای دوستانی هم که شنیدن و وقت گذاشتن حداقل خیلی ضرر نکرده باشه. خب مشتبه واحدی عزیز، تحلیلگر تحلیلگر برجسته ما، امروز با ما بودن. حتما گفتگو با ایشون رو پی میگیرم. یکی از چیزایی که خیلی علاقه دارم برنامه‌ای که با آقای واحدی داشته باشم، خاطرات آقای واحدی است. به نظرم خیلی مهمه خاطرات یک جوانی، از نوجوانی بگیرید تا آمده دیگه بعد به تبعید نظام جمهوری، چند گامی با جمهوری اسلامی پیش رفته، اومده سریعا کنار کشیده به خاطر صفات و ذات و ویژگی های خودش و ناچار شده به تبعید بیاد. به نظرم بسیار شنیدنی است و خیلی آموزنده. ممنونم. ممنون آقای میبودی و ممنون از بینندگان برنامه‌تون.